le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلامی دیگر از زیر آسمان پاریس. در این هفته این فرصت بود تا خانم ایزابل اوکرا رو به شما معرفی کنم، یک بانوی اسپانیایی و معلم رقص فلامنکو و البته خود او یک هنرمند ماهر. او یک دانش آموز ایرانی هم داره، خانم شهرزاد شهریاری، که دیرتر با او آشنا خواهید شد. خانم اوکرا دانشجویان خودش رو از همه سنین انتخاب میکنه و بعد در یک شبی که در یک تئاتر معتبر برنامه سالیانه فرهنگی هست، این نو دانش آموزان خودش رو هم برای چند دقیقه روی صحنه میآورد. همه گزارشی رو که خواهید دید با تصاویر بسیار خوب دوست و همکارم فیلمبردار فرشاد، تصاویر فوق العاده زیبا، از این تمرین و شب نمایش تهیه شده که امیدوارم بپسندید. خانم ایزابل گره، این آخرین تمرین شما بود، راضی هستید؟ بله، حتی از مرز آمادگی فراتر رفتیم. آیا حتی وقتی راضی هستید پیشبینی های دیگری هم لازم دارید؟ چون برای اولین بار است که شاگردان به روی صحنه می روند، همه چیز برایشان تازگی دارد. نه تنها موزونی و هماهنگی را مد نظر دارم، باید که به زوایای دیگر هم توجه کنیم. باید موسیقی و فواصل صحنه تئاتر را هم شاگردان لمس کند. باید همه چیز را از جمله تماشاگر را هم عادت کند. یک پرسش از شما و همه کارگردانان این که وقتی برنامه آغاز می شود دیگر شما که نمی توانید دخالتی داشته باشید، پس چه می کنید؟ وحشتناک است. دیگر از دست شما کاری ساخته نیست. باید به شاگردان و بازیگران اطمینان کرد.
وقتی مدرسه شما را شناختم و سپس خود شما را، از خودم پرسیدم چرا فلامنکو؟ رابطه شما با این رقص چیست؟ C'est une question qu'on peut poser à tous vos élèves et d'ailleurs à vous d'abord. Pourquoi flamenco? Quel est votre rapport avec flamenco? Ah ben moi je c'est un rapport très passionnel en fait, je suis tombée amoureuse du flamenco comme comme on tombe amoureuse d'un homme. داستان مفصل است. من عاشق فلامنکو شدم، همان گونه که می شود عاشق یک مرد شد. رفتم تا به او برسم، به اسپانیا رفتم و در این زمینه تحصیل کردم. آیا برای شما فلامنکو حاصل قوانین رقص است یا که بروز یک احساس در همان لحظه و باید به سمتش رفت، یا اینکه رقص به سراغ شما آمد؟ C'est vraiment une colle pour moi. نمیدانم، پرسش دشواری است. منظور من از این پرسش این است که باید اطاعت از قوانین رقص داشته باشید یا که در نوع رقص آزاد هستید. در واقع پیچ و خم قوانین کار اصلی رقص است که نحوه بیان شما را منعکس می‌سازد. قوانین که کنار هم چیده شدند، هنر مستقیم ارائه و بروز احساس کار رقصنده شده است. نوازندگان و رقصندگان بر همین اساس همزمانی کار را دنبال می کنند. آیا اشعار پایه و اساس رقص فلامنکو است یا که بخشی از هماهنگی آهنگ و ارکستر است؟ autant que la guitare c'est celui qui inspire le danseur. اشعار هم نقش مستقل خود را دارند، همان گونه که گیتار و یا رقصنده. اشعار مثل دو بیتی ها مستقل و بیان کننده هستند. هیچ کدوم از اشعار ممتد نیستند، هر بار احساس آن زمان بیان می شود. Et on danse sur l'impression que le texte est aussi la qualité du chanteur donne. و حالا پرسش تعجب برانگیزی برای شما اسپانیایی. میدانیم که همه هنرها بین المللی هستند، اما منی که زبان اسپانیایی نمیفهمم، چرا در زمان تماشای فلامنکو مبهوت میشوم؟ Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un art qui est extrêmement codifié. شاید همین تعریف فلامنکو باشد که با شما حرف میزند. فلامنکو ریشه هایش را حفظ کرده، اما 10-15 سالی است که به لطف هنرمندان جدید متحول شده و می شود و نمای جدید آنقدر قوی و جذاب است که قدمت آن از قرن‌های پیشین را اعتبار می بخشد و قوانین برای موفق شدن اثری است به نام فلامنکو. Hablar contigo a ti, que para todo es.
خانم شهریاری، تمام امروز به خودم میگفتم من با یک خانم ایرانی قرار دارم در کلاس رقص فلامنکو. توضیحات بیشتر با خود شما. من درست آخر سال، یعنی یه ماه مونده بود که این مدرسه فلامنکو تموم بشه، اسممو نوشتم، ولی همیشه عاشق این رقص بودم و خیلی دلم میخواست وارد یه کلاس اینجوری بشم. بالاخره پیدا کردم ولی دیر، یعنی به اول سال نرسید. انشالله سال بعد از ماه سپتامبر رو به مکتب. بله. و یه ماه، فقط یه ماه من رقصیدم. معلممون گفتش که بهتره که وایسم که ماه سپتامبر بشه که از اول شروع کنم، من که روحیم رو از دست ندم، یعنی وقتی که ببینم اونا مثلا بهتر از منه. گفتم نه، دلم میخواد گوشم و پاهام و اینا یکمی آشنا بشه به. برای شما رقص فلامنکو چه هست؟ رقص فلامنکو خیلی به نظرم رقص زنانه است، ولی اینو خیلی دوست داشتم و خیلی خوشحالم که این مدرسه رو پیدا کردم. من اینکه هم معلممون خیلی خوبه، بله. هم اینکه میانه یه بین رقص ایرانی، هندی، اسپانیولی، بعد یه حالت قیافه هیچ وقت خنده دار، یعنی خنده روی لبا نیست خیلی اکثر موقع ها. فلامنکو یک تراژدیه. بیشتر رو تراژدیه، بله. هیچ وقت نمیخندن، یعنی خیلی حالت، منم چون با چیزایی که در زندگیم اتفاق افتاده بود میخواستم که، یعنی دلم میخواست وارد یه رقص اینجوری بشم که بیانگر احساسات درونیه من. قبل از اینکه بپذیریم آیا یا نه، شما میتونید بگید که یک اپرته، برای اینکه هم موسیقی داریم هم شعر داریم هم داستان، رقص ایرانی و مینیاتور ایرانی هم نوعی فلامنکو؟ بله، من که حالت دستا همیشه یه حالت اینجوریه، تو رقص هندی همیشه دستا یه حالت اینجوری داره، رقص فلامنکو هم، بعد حالت ایرونی هم خیلی داره دستا و اینا، فقط پاهاست که حالت ضربه میزنه. واسه همین خیلی منو به یاد اون نقاشی های مینیاتور ایرانی مینداخت، همون قیافه های بدون لبخند، بعد اون حالت چی میگن بدون، یعنی حالت سریو گراف، نمیدونم به ایرانی چی میگن، جدی نیست، یه حالتیه که انگار از درون یه پنهان داره. بله، غم پنهان بیرون بیانگری میشه. حالا گفته شاگردان که هر کدام بگویند چرا به اینجا آمدند و فلامنکو برایشان چیست. برای من شباهت این رقص مانند هنر رزمی چینی است. بدن شما را می سازد. احساس می کنم حرکات متفاوت می توانم داشته باشم. کمی مردانه و در عین حال حساس است و به خصوص وقتی می رقصم شادی وصف ناپذیری دارم. انجامش را به همه شما توصیه می کنم.
من به سمت فلامنکو آمدم چون از اندلوسی هستم. سالها بود که میخواستم اما به خودم باور نداشتم تا اینکه دیدم حتی یک مبتدی مثل من میتواند به حداقل ها دست بیابد. باید وارد رقص شد، مانند نور خورشید، درون بودن و بیرون شدن. باید هر یک از اعضای بدن را به کنترل گرفت. شانه ها، سینه ها، قامت ایستادن. باید از مجموعه بدن نوعی تشخص را به وجود آورد تا آنجا که رقص شما را با خود ببرد. با آنکه رقص زنانه و مردانه نیست اما حس قدرتمندی میدهد. به نظر من یک مجموعه و مخلوط آمده شده است. از دو نهایت قدرت به فلامنکو می رسیم. به گمان من شباهت به یک رویا را دارد. من از باسک می آیم. پدرم ایتالیایی بود. زمان کودکیم عروسک های اسپانیایی برای من می آورد. اعجاب آور بود. دیرتر فیلم کارمن اثر کارلوس ساورا من را شیفته این رقص ساخت و به خودم گفتم همین راه است که باید رفت. همانطور که گفتید نوعی برابری زن و مرد و موزونی حرکات اعضای بدن وجود دارد. نهایت زنانگی زن و نهایت مردانگی مرد و باور بازگویی همه احساسهای زندگی و احساس راه و جایی فقط در فلامنکو دارد. من از سواحل مدیترانه می آیم. از وقتی در پاریس هستم این کمبود را با خود دارم. بعد از گاوبازی فلامنکو من را به موتنم متصل می کند. فلامنکو من را به دوران کودکیم می برد. و حالا اگر به شما می گفتم بیایید یک حرکت هماهنگ انجام بدهید، آن حرکت چه بود؟ و حالا در این قسمت آشنایی با خانم مهتاب صبوری، منتشر کننده کتابی به زبان فرانسه، عبور با رویاهای سیاه و سپید، که طبیعتاً محتوا و گفته ها طبق معمول ضرورتی برای توضیحات بیشتر باقی نمی گذارد. در گالری گس و گولان که صرفاً ارائه نقاشی و هنرهای متصل رسم و معمول اینجاست، اتفاق مراسم آشنایی با کتاب خانم مهتاب صبوری با نام عبور با رویاهای سیاه و سفید شده است. جذابیت کار و محیط حضور آقای برنار پولیتی، سفیر سابق فرانسه در ایران است که شیفته هنر و ادبیات ایران بوده و هر بار که توانسته در کوچه پس کوچه های پاریس حضور داشته است. همه چیز دیدنی و همه چیز شنیدنی است، اما پیش از همه گفته های خانم سسیل رمی، یکی از مدیران مؤسسه انتشاراتی. Donc je travaille pour la maison d'édition Rive Neuf, petite maison d'édition parisienne indépendante. من در مؤسسه انتشاراتی ریو نوف کار میکنم. ما در پاریس مستقر و مستقل کار میکنیم. ما فقط 3-4 نفریم که حاصل کارمان را مشاهده میکنید. Alors la maison d'édition Rive Neuf. مؤسسه ما کتاب مهتاب صبوری را به زودی روانه بازار میکند. مؤسسه ما در این حال با آنکه جوان است اما کارنامه معتبری دارد. کاتالوگ ما بر حسب نام و تعداد اعتبار کار ما شده است، چون که در همه زمینه ها رمان، تجربه، تاریخ، سیاسی، ژئوپلیتیک و حتی راهنمای سفر و آلبوم های عکس منتشر می کنیم.
چگونه شد که جذب این کتاب شدید؟ یکی از کنجکاوی‌ها و اصرار مؤسسه انتشاراتی ما گوناگونی ادبیات جهان است، به خصوص حاشیه مدیترانه و از جمله خاورمیانه. همینطور توجه ما به ادبیات مهاجرت، یعنی همین نوشته مهتاب صبوری است که هم روایت افسانه را دارد و هم که از خود میگوید و هم نه، به خصوص که از کشورش میگوید، از هنر میگوید و همه اینها ما را تحت تاثیر قرار داد. Qui parle de l'art, c'est quelque chose qui nous a touché chez Rive-Neuve et c'est un lieu, c'est un espace aussi qui nous intéresse beaucoup et qui nous intéresse de promouvoir aussi dans cette maison-là. Est-ce que vous aviez déjà des connaissances avec la littérature persane? آیا شما پیشتر هم با ادبیات ایران آشنایی داشتید؟ کمی، اتفاقا سال 2015 بود که کتابی تحقیقاتی درباره ایران امروز، برخلاف کتاب امروز که ریشه دار ادبیات دارد و جذابیت هم در همین است، منتشر کردیم. خانم صبوری، در لحظه‌ای با هم گفتگو می‌کنیم که دقایق دیگر شما قصد دارید کتابتون رو برای علاقمندان امضا کنید. پیش از هر چیز این کتاب چیست و چرا نوشته شد؟ این کتاب همینطور که در پشت این جلد نوشته شده مجموعه ای از رویاهاست، مجموعه ای از خوابهاست که هر از گاهی به سراغ من میاد، به سراغ شما میاد و این رویا از یه تصویری شروع شد، یک دخترک جوانی که روبروی آینه نشسته بود و ماتیک قرمز می‌زد، ولی این ماتیک قرمز رنگ به وجود نمی‌آورد. این تصویر در ذهن من موند و یک پاییزی مثل اینکه یک انسان، یک شخصی بیاد در من خانه بکنه، اومد و در یک پاییز این رویاهای اون سالها به صورت یک داستان شد. و داستان اینه که یک قلعه ایه که همه عناصر خوشبختی وجود داره به جز رنگ و قهرمان داستان ما یک دختریه که چاه زیر عقاقی ها بهش میگه که تو بایستی که این رنگ ها رو بیابی و این دخترک با این رویا یک مسیری رو طی میکنه و اون قلعه سیاه و سفید رو ترک میکنه، میاد به یک دهکده‌ای که در این دهکده همه جشنه، همه رنگه و این داستان این رویاست. بسیار عالی. خود شما در این کتاب در کجا حضور دارید و در چه زمانی؟ این داستان در حقیقت هر مؤلفی از اون چرا که زندگی کرده میگه و مینویسه. این داستان شما وقتی که بخونینش به نظرتون یک رویا میاد، ولی در حقیقت همه چیزش واقعیه. این ولی شما امروز سیاه پوشیدید، چقدرش واقعیه؟ برای اینکه گذر از خوابهای سیاه و سفیده و میخواستم که داستانم رو با این سمبول برای روز اول که این امضایی که دوستان خودم همه دور هم جمع میشن، که دوست عزیزم آقای گلان روزخوش که این هماهنگی کردن، این سمبولیزم میخواستم بکنم این داستان رو با این سیاه و سفید. راجع به رنگ صحبت کردیم، جامعه ایران رو شما در حال حاضر در چند رنگ میبینید؟ یک رنگ؟ من جامعه ایران رو متاسفانه هنوز در سیاه و سفید میبینم و فکر میکنم که به ما میگن که خودتون رو بپوشونین، نمیگن زشت بپوشونین یا سیاه بپوشونین. خود ما ایرانی ها هستیم که میریم به سوی این رنگ ها، این سیاه و سفید به ما غالب شده و این خاص ایران نیست. تو جامعه ما در همین پاریس هم مردم مدام به سوی سیاه و سفید میرن، در صورتی که من هندوستان رو خیلی دوست دارم، کشور سوم هم مثل هندوستان میدونم. وقت میرم در هندوستان برای رنگ ها و جامعه ایران به نظر من متاسفانه بله هنوز جامعه. من میخوام ازتون دعوت کنم برای اثبات خلاف گفتتون به خیابان های پاریس دوباره سر بزنید. رنگ هر روز و همه جا هست. نخه، رنگ هست ولی کمتر است.
قرمز و سبز و عموماً اینطوره. آسون با رنگ سیاه، با رنگ مشکی خیلی چیزها رو پنهان میکنیم، آسون میکنه. یکی شاید خجالت هامون، دیگر اینکه خیلی چیزها باعث میشه که با رنگ سیاه خیلی راحت میتونیم خیلی چیزها رو پنهان بکنیم. در مورد انتشار کتابتون در ایران بگوید، استقبال مردم بازتاب و نقد محافل ادبی ایران. بله، من همینطور که خدمتتون گفتم، این داستان در سالهای ریاضت آقای احمدی نژاد متولد شد و در دوره جنبش سبز؟ نه خیر، قبلش. و اون موقع رنگ ها خیلی سیاه تر از امروز بود و وقتی که چاپ شد، خانه انتشارات من، خانم افراز، که خانم بسیار میلیتاریست، که اینو که چاپ کردن توی یه نمایشگاه، حتی یه استاد دانشگاه اومد و این داستان رو گرفت، برای اینکه یک چیز جدیدی در این داستان وجود داشت که اون به خاطر فرهنگ دوم من، فرهنگ فرانسوی من هست. و این داستان در سالن خیلی موفق شد و خیلی چیز عجیب این بود که یک فستیوالی هست در ایران به نام داستان‌های متفاوت و داستان من در 4000 داستانی که معرفی شده بود، نمیخوام چون حافظم بهم خیانت نکنه، موضوع مال 8 سال پیش حتی بیشتر، 16 داستان متفاوت مطرح شده بود و این خیلی به من شوق داد. برای همین قصه دوم رو شروع کردم، قصه سوم رو شروع کردم، ولی متاسفانه دیگه این 8 خب جو طوری بود که کسی دل به خوندن نداشت. و خوشبختانه من میخوام از خانه انتشاراتم ریونو خیلی تشکر بکنم، از آقای آلن ژوزون که این فرصت رو به من دادن که من یک مؤلف ناشناس هستم در ایران، قصه منو خوندن و جوهر داستان من رو پیدا کردن و به من این فرصت رو دادن که این داستان زندگی فرانسویش رو هم شروع بکنه. اگر قرار باشه بخشی، جمله‌ای، کلمه‌ای از این کتاب رو برای بینندگان گفته باشید قبل از اینکه به متن واقعی و فرانسویش بپردازیم، آیا میشه که در خاتمه یک جمله یا دو جمله رو هم به فارسی خود شما گفته باشید؟ در فارسی این رو بگم. بله. کویر نارنجی رنگ است. در قلعه من آنچه که از دور شما سرابی میبینید سراب نیست، قلعه است از درختهای انار، از رودخانه های درخشان، از طلا و از آنچه که ثروت این طبیعت هست در قلعه سیاه و سپید من وجود دارد.